به نام خدا دوره‌ای که با هم قراره که مرور بکنیم آموزش مدیریت استراتژیک پیشرفته هستش که مشتمل بر چند فصل هست در فصل اول ما با آشنایی با مبانی و اصول تفکر استراتژیک شروع خواهیم کرد این فصل شامل چندین بخش هستش که به ترتیب اینها رو داریم یک فرآیند مدیریت استراتژیک اینکه مدیریت استراتژیک چیه از کجا شروع میشه شامل چه بخش هایی هستش و به کجا ختم میشه دو تعریف مثل هر مفهوم دیگه ای ما در ادامه تعریف رو خواهیم داشت اینکه تعریف استراتژی چیه ما کلمه استراتژی رو در طول زندگی بارها و بارها میشنویم در طول روز ممکنه بارها استفاده کنیم اما آیا واقعا اون چیزی که ما به عنوان استراتژی داریم استفاده میکنیم تعریف درستی هستش مثل هر مفهوم دیگه ای استراتژی رویکردهای مختلف رو داره رویکردهای سنتی و مدرنی داره که ما در موردش صحبت خواهیم کرد هر سازمانی برای خودش یک استراتژی عموما داره حتی سازمان هایی که ما فکر میکنیم اینها بدون استراتژی هستن در حقیقت یک استراتژی دارن اما این وظیفه محقق من و شما هستش یا تحلیلگر سیستمی که تو یک سازمان وجود داره که تشخیص بده استراتژی که توی سازمان داره استفاده میشه دقیقا چی هستش ببینید نکته بسیار مهمی که وجود داره این هستش که برای مدیریت استراتژیک تصمیم گیری به صورت های مختلف انجام میشه این روش های تصمیم گیری چی هستن اینکه ما میبینیم یک سازمان بروکراتیک چه نوع روش تصمیم گیری استراتژیکی داره یک سازمان تخت چه نوع روش مدیریت استراتژیکی داره برای اینکه با این مفاهیم آشنا بشیم ما باید روش های تصمیم گیری مدیریت استراتژیک رو بشناسیم و نکته بسیار مهم دیگه ای که وجود داره سطوح مدیریت استراتژیک آیا استراتژیک در سطح کلان سازمانی در نوک حرم سازمانی با اون چیزی که مثلا در یک سازمان صنعتی یک کارگر در خط تولید حس میکنه میبینه با هم یکسان هستش اینا چه تفاوت هایی با هم دارن ببینید ما وقتی در مورد مفهوم استراتژی داریم صحبت می کنیم یا در مورد مفهوم مدیریت استراتژیک داریم صحبت می دو تا واژه اصلی وجود داره اهداف سازمان و رسالت سازمان که ما در مورد این دوتا واژه خیلی خیلی به تفسیر قرار صحبت کنیم و در مورد اهداف و رسالت سازمان های با هم صحبت بکنیم. نکته مهم آیا هر سازمانی برای خودش بدون توجه به امور اخلاقی یا مسئولیت های اجتماعی میتونه تصمیم گیری استراتژیک بکنه؟ قاعدتا همه ما الان میگیم نه اما چه چیزهایی باید دیده بشه؟ وقتی که شما صحبت میکنید و میگید که من میخوام برنامه‌ریزی استراتژیک انجام بدم من میخوام مدیریت استراتژیک داشته باشم که حالا در ادامه صحبت میکنیم اینکه مدیریت استراتژیک با برنامه‌ریزی استراتژیک چه تفاوتهایی داره آیا هر کاری که به صلاح خودمون باشه میتونیم انجام بدیم قاعدتا جوابش خیره ما یک سری امور اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی داریم توی سازمان که همه اینها باید انجام بشه خب یه نکته دیگه آیا من هر استراتژی برای سازمانم میتونم داشته باشم قاعدتا جواب ما خیره ما یک فضایی رو داریم بیرون سازمان این فضای بیرون سازمان باید تجزیه و تحلیل بشه محیط پیرامونی سازمان تاثیرگذار هست روی اون چیزی که ما به عنوان برنامه‌ریزی استراتژیک یا مدیریت استراتژیک داریم استفاده میکنیم پس ما به یک چیزی احتیاج داریم به اسم کنکاش محیطی ما وقتی که در مورد برنامه‌ریزی استراتژیک صحبت می‌کنیم یک نکته بسیار مهمی که باید بهش فکر بکنیم آیا ما می‌خوایم رقابت کنیم یا می‌خوایم مشارکت بکنیم آیا ما پیشرو تو بازار هستیم یا اینکه نه ما هیچ چاره ای نداریم جز اینکه به عنوان یک سازمان یا به عنوان یک تیم پسرو رو عقب مجبور بشیم با اون سازمان هایی که وجود داره یک گروه استراتژیک یا یک اطلاف تشکیل بدیم بنابراین نیاز هستش که ما چیکار انجام بدیم تحلیل کنیم کیا رو رقبایی که دوی بازار ما وجود داره که در موردش بسیار صحبت خواهیم کرد در مورد شرایطی که شما رقیب دارید یا ممکن رقیبی رو نداشته باشید تمام اینها برمیگرده به چه فضایی فضایی که من توی سازمان هوش رقابتی داشته باشم ببینید موقعی که ما هوش رقابتی نداشته باشیم نمیتونیم محیط داخل سازمان رو به خوبی تجزیه و تحلیل کنیم نه محیط خارج سازمان رو به خوبی تجزیه و تحلیل کنیم تحلیل رقبا رو نمیتونیم انجام بدیم و به نظر میرسه تمام اون چیزی که ما رو تو برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت استراتژیک به موفقیت میرسونه چیزی هست به اسم هوش رقابتی همونطوری که ما مجبوریم رقبامون رو بیرون سازمان رو تجزیه و تحلیل کنیم ما مجبوریم تجزیه و تحلیل کنیم کدوم قسمت سازمان رو درون سازمان رو چرا ما خیلی وقتا میبینیم سازمانهایی بدونه اینکه این تجزیه و تحلیل درون سازمان به خوبی انجام شده باشه یعنی من ندونم داخل سازمانم چه خبره تحلیل سازمانی قوی نداشته باشم یعنی من ندونم نقاط قوت درون سازمان چیه مثلا من چه منابعی در اختیار دارم نقاط ضعف سازمانی من چیه مثلا فرهنگ سازمانی من اجازه این تحقیق رو به من میده یا نه بیام و برنامه‌ریزی استراتژیک انجام بدم اما نکته بسیار مهمیه آیا این برنامه‌ریزی استراتژیک قابل پیاده سازی در این سازمان با توجه به این تحلیل در اون سازمانی که ما داریم انجام میدیم هست یا اینکه خیر همونطور که عرض کردم خدمتتون وقتی که شما دارید تحلیل در اون سازمانی انجام میدید یک نکته بسیار مهم وجود داره منابع داخل سازمان این منابع میتونن منابع انسانی ما باشن، منابع مالی ما باشن و بسیاری مسائل دیگه ای که درون سازمان تأثیر گذار هستن بر نقاط قوت و ضعف سازمانی. خب قرار ما رو کجا برسونن اینا؟ منابعی که یک مزیت رقابتی ایجاد میکنن. مزیت رقابتی اون چیزی هستش که تمام سازمان ها با استفاده از این مزیت رقابتی جای خودشون رو در بین رقبای دیگهشون پیدا میکنن همون چیزی هستش که برای سازمان ها شکست یا موفقیت رو میسازه. ببینید مثلا در بین شرکت های سازنده موبایل هممون اپل رو به عنوان یک برند موفق می یا مثلا سونی ارکسون برند موفقی نبوده شکست خورده. باید بیایم بررسی کنیم ببینیم که چرا چنین اتفاقی افتاده. این بررسی کردن از کجا به کجا انجام میشه از سر هرم سازمانی که ما بهش میگیم زنجیره ارزش سازمانی تا کف هرم سازمانی یعنی اون جایی که برنامه ریزی استراتژیک از جنس عملیاتی هستش تمام اینها در کنار هم با در نظر گرفتن محیط سازمانی یک چیزی رو برای ما میسازه که بسیار بحث حائز اهمیتی هست به اسم زنجیره ارزش در سازمان ها وقتی ما زنجیره ارزش رو به خوبی در سازمان میشناسیم در حقیقت ما میتونیم صلاحیت هایی که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای ما میشه رو مورد بررسی قرار بدیم خب از کجا قرار شروع کنیم از تعریف مثل همه مفاهیم دیگه ما از یه جایی شروع میکنیم به اسم تعریف استراتژی این که تعریف استراتژی چیه ببینید دوستان ما وقتی که در مورد مدیریت داریم صحبت میکنیم کلن چون این درس از زیر مجموعه رشته مدیریت هستش همیشه به ما گفتن مدیریت علم و هنره یعنی تلفیقی از این دوتا قاعدتا استراتژی به عنوان یک زیربنایی از مدیریت علم و هنر پس با دو کلمه اول موافق هستیم ببینید استراتژی یک علمی است از چی نوشتن تدوین کردن بسیاری از ما یک برنامه ریزی استراتژی ممکنه توی ذهن خودمون داشته باشیم حتی برای زندگی روزمرهمون من به خودم میگم من پنج سال بعد باید به اینجا برسم ولی هیچ وقت رو روی کاغذ نیاوردم این روی کاغذ نیاوردن این تدوین نکردن باعث میشه که شما برای حتی زندگی خودتون این برنامه ریزی که نوشته نشده باشه عموما دقت بکنید به برنامه های استراتژی که پنج ساله خودتون دقت بکنید حتی دو ساله حتی کوتاهتر ما موقعی معمولا برنامه هامون رو اجرا می کنیم که یک دفتری برای خودمون تهیه می کنیم و اینا رو می نویسیم حالا بیاین در سطح بزرگتر سطح سازمانی پس باید تدوین بشه یه جا نوشته بشه بعد از مرحله تدوین باید بیاد به مرحله اجرا مثل همه برنامه های دیگه من موقعی که می نویسم اگر اجرا نکنم عملا کاری انجام ندادم حالا در سطح سازمانی شما برنامه استراتژیکتون رو نوشتید استراتژی سازمانیتون رو نوشتید اجرا نکنید خب خروجی نداره در مرحله بعد قاعدتا کاری که مورد انجام بدیم ارزیابیه ببین دوستان خیلی وقتها موارد سازمانی نمیگم حالا لزوما همین استراتژی مثلا سازمان ها دوره های مختلف برگزار میکنند، سازمان ها مدیریت استراتژیک دارن سازمان ها مدیریت ریسک انجام میدن و همه این مسائل تدوین میشه اجرا میشه ارزیابی انجام نمیشه وقتی ارزیابی انجام نشه ایرادات در نمیاد چه ایراداتی ما با یک هدفی این برنامه رو شروع کردیم باید ارزیابی بکنیم آیا به اهداف خودمون رسیدیم یا نرسیدیم پس میرسیم به ارزیابی تصمیمات وظیفه‌ای چندگانه مشخص دی که اصلا استراتژی یعنی تصمیم گیری شما میخواید در نهایت به چی برسید توی سازمان یه سری هدف های بلند مدت بلند مدت بودنه که استراتژی رو تعریف بکنه ببین ما معمولا در تعریف استراتژی سه تا سوال اصلی باید از خودمون بپرسیم یک من کجام موقعیت فعلی میگن وضعیت موجود میخوام به کجا برسم موقعیت آرمانی وضعیت مطلوب چطوری برسم اون میشه استراتژی این ستا سوال تشکیل دهنده فرایند مدیریت استراتژیکه حالا اینکه میخوام به کجا برسم باید برای یک برنامه بلند مدت من باشه تعریف دومی که ازش توی کتاب های مختلف اومده اینه ابزاری برای دستیابی به هدفهای های بلند مدت سازمان بسیار بسیار روی این کلمه بلند مدت تاکید میشه توی سازمان ها یعنی شما استراتژی رو برای چیزی مورد استفاده قرار میدید که بلند مدت براش برنامه بخوایم بخواید حالا ممکنه این کلمه این سوالو به ذهن من رو شما بیاره بلند مدت یعنی کی شاید برای یکی شش ماه بلند مدته برای یکی ده سال بلند مدته شما وقتی در مورد مدیریت ژاپنی صحبت میکنید یا مفاهیم مختلفش رو بخونید مثلا مثل کتاب هنر رزم که کاملا مفاهیم مدیریت استراتژیک رو بیان میکنه برنامه ریزی استراتژیک یا مدیریت استراتژیک توی ژاپن برای دوره ده سال است آیا واقعا مثلا در ایران یا حتی در اروپا میشه یک دوره زمانی ده ساله رو برای برنامه استراتژیک در نظر گرفت آیا محیط ما انقدر قابل اطمینان هستش که ما بتونیم بگیم که این برنامه ریزی برای ده سال رو میتونیم انجام بدیم نه سوال چرا برخی از سازمان ها میشن سازمان های موفق بعضی دیگه میشن سازمان های ناموفق به زبون ساده اگر بخوام صحبت کنیم اینه بعضی از سازمان ها خودشون رو میشناسن بعضی سازمان خودشون نمیشناسن یعنی چی؟ که من نقاط قوت و ضعف سازمان خودم رو میشناسم بیرونم میشناسم تصمیم گیریم تصمیم گیری درستیه یک نکته بسیار مهمی که سازمان رو موفق میکنه تغییره ببینید شما خیلی سازمان ها رو ممکنه اطرافتون ببینید بشناسید که سازمان سال هاست از این کلمه استفاده نکرده سالهاست هاست به صورت بروکراسی داره میره جلو هیچ تغییری وجود نداره و و و هر چیز دیگه ای. خب من و شما میدونیم این کلمه تغییر از کجا داره میاد از مدیر سازمان ببینید در نظر بگیرید مثلا من یک کارشناس منابع انسانی تو سازمان باشم آیا من واقعا قادر به ایجاد یک تغییر بزرگ تغییر اساسی توی سازمانم هستم نه ببینید من ممکنه روی میز کار خودم بتونم این سری تغییرات انجام بدم اما شرح شوق منو ملزم میکنه از یک سری فرایندها تبعیت بکنم یعنی چی یعنی این تبعیت کردن از این فرایندها کار من کارشناس منابع انسانی سازمان است این تغییر از مدیر سازمان میاد پس اگر قرار یک سازمان ناموفق تبدیل بشه به سازمان موفق یکی از راههاش تغییر نگرش یا تغییر استراتژیک توی مدیرای سازمانی هستش ممکنه همین این سوال توی ذهن من و شما ایجاد بشه من مدیر سازمان یا شمای مدیر اصلا میخواین این تغییر رو ایجاد کنید مگه ما توی بحث سرفصل حالا در ادامه خیلی به تفصیل در مورد صحبت خواهیم کرد مگه اینو نداریم مگه این صحبت رو نکردیم که بیرون سازمان بسیار زیاد ما رو تحت کنترل خودش داره محیط سازمانی تاثیرگذار هستش تو برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک پس تاثیرگذار هست تو موفقیت سازمان پس یکی از عوامل تأثیر بذار در موفقیت شرکت ها چیه؟ یا سازمان ها؟ بستر ملی مثلا در نظر بگیرید یک شرکت تولیدی مثلا آیا موقعیت اسنووا تو ایران با موقعیت بوش حالا الان داره کجا ساخته میشن ما کاری نداریم بوش آلمان رو ما در نظر میگیرید در نظر بگیرید این کارخونه هنوز توی آلمان داره کار میکنه سوال من از شما اینه آیا موقعیت اسنووا توی ایران با موقعیت بوشه آلمان با هم یکسانه معلومه که نه اصلا جای سوال نداره همه ما رو شما میدونیم بله کاملا با هم متفاوته چرا چون بستر ملی با هم متفاوت بوده جایی که سازمان شما شرکت شما تو اونجا ساخته و تأسیس میشه دو بستر صنعت ببین در نظر بگیرید ما یه سری سازمان هایی داریم که رقباشون کمن مثلا توی ایران ما شرکت فرآورده نفتی رو داریم شما هر پمپ بنزینی که وارد بشید سردرش که دقت بکنید همه اون آرم یکسان اون شرکت ملی فرآورده های نفتی یکسان این نشون اینه که این سازمان رقیب نداره حالا در نظر بگیرید من میخوام یه شرکتی تولید داشته باشم یک سازمانی داشته باشم داریم در دیگه صنعت صحبت میکنیم که کیک و کلوچه تولید بکنم شما در نظر بگیرید ما توی ایران چند تا سازمان داریم چند تا شرکت داریم که دارن این محصول رو تولید میکنن یعنی خیلی مهمه که رقیبای شما کی باشن اون جایی که سازمان های دیگه دارن فعالیت میکنن بازارتون انحصاریه بازارتون رقیبای زیادی داره مفاهیمی که شما احتمالا تو اقتصادی که الان باهاش آشنا شدید بازارتون رقبای زیادی داره بازارتون بازاریه که ورود رقیب بهش راحت انجام میشه یا نه انقدر مقررات دولتی سخت هستش محدودیت وجود داره برای ورود به بازار که معمولا رقیب خاصی وارد نمیشه شما دو تا قسمت قبلی رو مورد بررسی قرار دادید ببینید دوستان یه نکته دقت کنید چه بستر ملی چه تو بستر صنعت شما دارید کجا رو بررسی میکنید محیط سازمانی رو دارید بررسی میکنید این بستر ملی محیط سازمانتونه بستر صنعت محیط سازمانتونه شما تعیین کننده رقباتون نیستید پس محیطتونه اما گزینه سوم عامل سوم موفقیت من چیه توانایی ها و استراتژی های شرکت یعنی عامل سوم که باعث موفقیت من میشه در حقیقت از موارد درون سازمانیه توانایی های شما چیه مثلا فرض بکنید شما یک سازمانی تا به فرهنگ سازمانی بسیار تاثیرگذار هستش تو موفقیت سازمانی چرا چون شما موقعی که برنامه‌ریزی استراتژیک یا مدیریت استراتژیک دارید یکی از کارهای بسیار مهمی که باید انجام بدید چیه بیاین و تغییر ایجاد کنید مثلا فرض کنید که شما دارید تو یک شرکتی کار میکنید شرکت شما تولید مثلا فیوزه یه چیز به این سادگی کارگاهی که داره میشه تقریبا سازمان شرکت دارید و فیوز تولید میکنن تا دیروز وصل کردن دو تا قطعه به همه صورت دستی انجام میشده حالا میخواین رو نیمه اتومات کنید نیمه اتومات کردنش یعنی چی تعدیل یه خورده نیرو یعنی چی یعنی آشنا شدن یک سری کارگری که باقی میمونن با دستگاه جدید خود شما دیدید چنین اتفاق رو اولین برخوردی که کارگر رو معمولا دارن مقاومت در برابر تغییره حتی کارمندا یعنی حتی از اون بحث خط تولید هم برد. کارمندا همه شروع میکنن به مقاومت کردن فرهنگ سازمانی شما که باعث میشه این تغییر جا بیفته حالا فرهنگ سازمانی شما میتونه جز توانایی های سازمان شما باشه یا اینکه نه از عوامل محدود کننده شما باشه شما خیلی وقتا وارد سازمان هایی میشید که از بیرون که منو شما نگاه میکنیم به این سازمانه این کلمه خیلی کلمه توانایی مهمه من نگاه که میکنم به سازمان میگم کاش این کارو میکردن کاش به من مشتری به من ارباب رجوع اینطوری سرویس میدادن پنج سال بعد میرید میبینید می بازم فرایند و همون ترتیبه خب چرا چنین اتفاقی میافته دوستان به خاطر اینکه منابع و توانایی تو سازمان برای این تغییر وجود نداره اولین عاملی و مهمترین عاملی که منبع ما تو سازمان محسوب میشه عامل منابع انسانی بود منابع انسانی عامل تغییر هستن، عامل فرهنگ هستن، ساختار سازمانی هستن و و و. اینو به عنوان یک بحث کناری میگم. حاشیه که اگر میخوای مدیریت استراتژیک توی سازمانتون به خوبی عمل کنه چاره ای نداره جز اینکه به منابع انسانی تو، به چشم سرمایه انسانی نگاه بکنید به این فکر بکنید هر اتفاقی توی سازمان میفته باید از هیئت مدیره سازمان تا کارگره وظیفه سازمان قبولش بکنن قبول کردن به چه معنی هستش تغییر تو فرهنگ سازمانی بسیار خب توی تعریف استراتژی که ما تو اسلاید قبل خیلی در مورد صحبت کردیم در مورد مفاهیم ملی صنعت منابع توانایی ها و استراتژی های سازمان صحبت کردیم این سه تا عامل که باعث موفقیت یا شکست سازمان میشه در نهایت شما رو به چی میرسونه عمل کرده سازمانی عمل کرده سازمانی همون چیزیه که تمام سازمان ها هدفشون این هستش که این عمل کرده خودشون رو بهبود بدن چرا؟ فضا فضای رقابتی تو فضای رقابتی عمل کرده بهتر یعنی دستیابی به مزیت رقابتی خب ببینید ما در تعریف استراتژی باید دقت بکنیم دوستان استراتژی یک جزئی از مدیریت استراتژیک یعنی در حقیقت مدیریت استراتژیک میاد چی رو مطرح میکنه میگه شما باید تصمیم گیری بکنید اقدام بکنید که این تصمیمات و این اقدامات عمل کرده حواسمون هست استراتژی یعنی بلند مدت عمل کرده بلند مدت سازمان رو تحت شها قرار میده یه سوالی توی ذهن ما ممکنه همینجا شکل بگیره که مدیریت استراتژیک در حقیقت تلفیقی از چند تا مرحله است چهار تا مرحله معمولا تو کتاب های مختلف میگن چهار تا مرحله چهار تا مرحله ای که به صورت متوالی هستش مثل همیشه پای بودجه وسطه برنامه ریزی مالی ببینید من مدیر عامل یک سازمان شما جزء اعضای هیئت مدیره یک سازمان ما میدونیم توی سازمان باید تغییر به وجود بیاریم ما میدونیم که سازمان احتیاج به این داره که استراتژی جدید داشته باشه تا موقعی که پول وجود نداشته باشه ما نمیتونیم که برنامه هامون رو عملی بکنیم پس برنامه ریزی دو این خیلی مهمه این کلمه رو دقت کنید پیش بینی شما موقعی میتونید یه استراتژی خوب داشته باشید یک مدیریت استراتژی قوی داشته باشید که پیش بینی کننده بازار باشید ببینید مثلا شرایطی دو کشور ایجاد شده یک بیماری اومده کووید 19 اتفاقی که افتاده اینه خیلی از سازمان ها حتی کسب و کارهای کوچک همون در شرایط اول به جای اینکه دست و پای خودشون رو گم بکنه سازمان چیکار میکنه به این فکر میکنه که من باید بیام استراتژی رو تغییر بدم چطوری تغییرات تقاضا تغییرات عرضه باید به صورت کسب و کار اینترنتی انجام بشه این پیش بینیه ببین مدیر استراتژیک تو این سازمان ها نمیاد بگه که این مشکل تا یک سال بعد تا دو سال بعد تا کجا باقی میمونه به این فکر میکنه که خیلی از ما ممکنه جمله رو شنیده باشیم که تهدید رو تبدیل به فرصت کنن خیلی خوبه که کارمندا بشینن خونه و کار بکنن چرا هزینه های سربار به شدت کاهش پیدا میکنه اما دقت بکنید این کلمه پیش بینی موقعی سازمان نمیتونست خوب عمل بکنه که بدونه تقریبا این مشکل تا چه مدت قرار باشه تا چه مدت عرضه و تقاضا قراره به صورت الکترونیکی انجام بشه اگه قرار شما واسه یک مشکلی که تا دو ماه دیگه برطرف میشه بیاین این کار رو انجام بدید پیش ضعیفه چرا به خاطر اینکه این تغییر اگه قرار دو ماه بعد برگرده سر جای خودش مثلا کارمند دوباره همه بیان توی سازمان تحمل این همه هزینه برای سازمان من لزومی نداره سه میخوای مدیریت استراتژیک انجام بدی باید برنامه‌ریزی استراتژیک داشته باشی ببینید دوستان کلمه مدیریت شامل چند تا آبشن مختلفه برنامه‌ریزی، کنترل هماهنگی، تصمیم گیری و حالا کتاب های مختلف از نظر آدم های مختلف مثلا فایل اومده یه تعریفی کرده، تیلور اومده یه تعریفی کرده و تعریفهای های مختلف. برنامه‌ریزی یک قسمتی از مدیریت استراتژی. یعنی شما تو برنامه‌ریزی استراتژیک کنترل انجام نمیدید، هماهنگی انجام نمیدید، تصمیم گیری انجام نمیدید، فقط برنامه‌ریزی انجام میدید. پس ما نیازه که مدیریت استراتژیک رو یاد بگیریم در گام چهارم. پس اگه بخوام یک بار از روش مرور کنم اینه که آیا من برای تغییر پول دارم ریزی مالی آیا پیش بینی خودم رو میتونم به درستی انجام بدم چون رو دیگه چند تا اسلاید قبل عرض کردم خدمت دو. ما وقتی در مورد مدار مدیریت استراتژیک داریم می صحبت میکنیم کجا کجا میخوام برم کجا میخوام برم میشه پیش بینی در گام بعد برنامه ریزی استراتژیک انجام بدیم و گام آخر میرسیم به مدیریت استراتژیک همین الان ما هم صحبت کردیم من وقتی که میخوام تعریف استراتژی انجام بدم سوالم اینه برنامه ریزی استراتژیک یا مدیریت استراتژیک به حواستون باشه معمولا این دوتا واژه توی بیان و حتی بعضا تو کتاب های مختلف با هم اشتباه گرفته میشه ولی الان ما با هم صحبت کردیم و گفتیم برنامه ریزی استراتژیک یک قسمتی از مدیریت استراتژیکه ببینید برنامه استراتژیک کنکاش محیطی و تدوین استراتژی یادتونه چند اسلاید قبل بهتون گفتم که ما حتی واسه زندگی خودمون یه یعنی اشل بسیار بسیار کوچیک‌تر شما موقعی میتونید بگید که من برنامه‌ریزی خوبی دارم که بنویسینش تدوین استراتژی اما مدیریت استراتژی یه تلفیقی است برنامه‌ریزی استراتژی که خودش کنکاش و تدوینه به اضافه اجرا و ارزیابی کنترل زنجیره رو یه لحظه نگاه بکنید همه چیز از برنامه ریزی استراتژی شروع میشه از کنکاش محیطی آیا فرصتی وجود داره که من بتونم این فرصت رو استفاده بکنم آیا تهدیدی هست که من بتونم تبدیل به فرصت بکنم بله هست براش استراتژی بنویس بعد از اینکه استراتژی رو نوشتی بیا این رو اجرا بکن بعد از اینکه این رو اجرا کردی بیا و وارد گام کنترل و ارزیابی بشو. کل این چهار تا قسمت عامل کنار هم تشکیل دهنده مفهومی هستن به اسم مدیریت استراتژیک. خب در ادامه تعریف استراتژی بیایم یه نمای ترسیمی داشته باشیم از مدل مدیریت استراتژی در ادامه یه کلمه اومده مبتنی بر قصد قبلی بیایم ببینیم اون کلمه یعنی چی ببینید ما معمولا با یک هدفی میام استراتژی رو تدوین میکنیم یعنی اگر سازمان مشکلی نداشته باشه به عبارتی من فکر کنم همه دوستان با یه کلمه آشنا هستن به اسم نیاز سنجی تا وقتی که در سازمان نیاز سنجی انجام نشده باشه ما اصلا تغییر تو سازمان ایجاد نمی کنیم. یعنی لزوما تغییر اونجایی اتفاق میفته تصمیم گیری اونجایی اتفاق میافته که شما نیاز سنجی انجام داده باشید یعنی بدونید که چه اتفاقی قرار درون در سازمانتون بیفته شما برای این اتفاق احتیاج دارید به یک تغییر پس این کلمه قصد قبلی یک کلمه ایه که از اونجایی اومده که اگر بخوایم برگردیم به عقبتر که سازمان بر اساس نیازسنجی که انجام داده متوجه شده باید یک تغییری اتفاق بیفته یه چیزی توی سازمان باید تغییر بکنه بنابر این قصد قبلی به معنی این کلمه است یعنی اومدن و تجزیه و تحلیل سازمانی انجام دادن و به این سازمان احتیاج به یه چیزی داره چی؟ تغییر پس از کلمه نیاز سنجی میاد یک نکته بسیار بسیار مهمی که مطرحه ببینید در وسط این شکل شما یک چیزی رو میبینید به اسم گزینه های استراتژی گزینه های استراتژی از سه تا عامل تاثیر گرفته یه مثال خیلی ساده براتون بزنم ببین فرض کنید که شما دانشجوی ترم اول مقطع فوق لیسانس هستید میشه خودتون یه خورده فکر بکنید همون ترم اول و برای خودتون یک هدف سازمانی تعیین میکنید من یه سازمانم دیگه انسان اولین سازمانیه که هر کسی کشفش میکنه من یه هدف دارم هدفم چیه حالا بعد در ادامه که جلوتر میگیم که چرا ما یه کلمه داریم رسالت یه کلمه داریم هدف بعضا یک کلمه داریم معموریت چشم انداز اینا چه تفاوتی با هم دارن و شما رو با این تفاوت ها تو سازمان های داخلی را آشنا میکنم خب من این هدفی که برای خودم تعریف میکنم اینه قبولی در مقطع دکترای دانشگاه سراسری بعضا حتی مثلا رتبه و دانشگاه خودم هم تعیین میکنم این میشه هدف ببینید دوستان وضعیت مطلوب من میشه قبولی در مقطع دکترا دو سه سال آینده در این دانشگاه با این رتبه این رشته این گرایش ببینید چقدر با دیتیل دارم هدفم رو بیان میکنم حالا تسریش بدید به سازمان فعلا پس این هدف من تجزیه و تحلیل درونی سازمان میام انجام میدم یعنی چی من کارم چیه آیا کار میکنم یا نه من منابع مالی که در اختیار دارم واسه اینکه کلاس شرکت بکنم چیه من سطح هوشم اصلا چقدره میزان یادگیریم چقدره اینا میشه همه تحلیل درون سازمان یا یعنی این بیرون سازمان رقیبای من کیا چه مؤسسه هایی وجود داره که به من بتونن کمک بکنن بیرون سازمان واسه این که من بتونم به این هدف سازمانی برسم این مؤسسه هر کدوم چه شهرهی رو دارن میگیرن ببینید تمام اینا تاثیرگذار گذار هستش در چی؟ در گزینه های استراتژی. گزینه های استراتژی ما میتونه چی باشه؟ مثلا من یک سیو مالی در اختیار دارم و هدفم نگاه کنید دوستان ما خیلی وقتا حتی توی بحث استراتژی برای شخص خودمون اولویت بندی نداریم شما وقتی هدفت اینه باید همه مسائل دیگر رو بذاری کنار به این هدفه برسی خب حالا یعنی چی یعنی اینکه مثلا من یه پولی در اختیار دارم یک سیوی کردم میخوام تمام این دو سال سه سال ساله که در پیش رو دارم بشنم درس بخونم مقاله در بیارم و و و دارم یه کار فول تایم بسیار با زمان زیاد مثلا ده یا ساعت در طول روزم دارم کار میکنم اینا با هم نمیخونه گزینه استراتژی دوست دارم ببینید توی سازمان ها هم خیلی وقتا این اتفاق میفته شما باید به این هدف خیلی توجه کنید نمیتونی بگی که من نمیخوام از این پولم در طول این دو سال خرج بکنم یعنی کارمو نمیخوام بذارم کنار اما میخوام قبول شم نه این اتفاق نمیافته شما وقتی داری گزینه های استراتژی می نویسید گذینه های استراتژیتون رو باید با دید باز بنویسید خیلی وقتا سازمان ها خودشون رو گول میزنن تحلیل درونی رو خیلی قوی انجام میدن یعنی نقطه ضعف خودشون رو نمی بینن خب اشکالا اینجا به وجود میاد تحلیل بیرونی رو خیلی سختگیرانه انجام میدن یعنی چی یعنی رقباشون رو خیلی ضعیف میبینن اهدافشون اولویت بندی ندارن این سه تا ایراد تو این قسمت ها ممکنه وجود داشته باشه بعد موقعی که شما دارید گزینه های استراتژی گزینه های استراتژی یعنی سناریو های استراتژی موقعی که دارید سناریو های استراتژی می نویسید کارتون درست نیست چرا تجزیه و تحلیلتون با سوگیری بوده اینجا خودتونو رو خوب دیدید رقیباتونو رو بد دیدید اهدافتون اولویت بندی نداشتید حالا اگر همه اینا به درستی انجام بشه شما چند تا گزینه استراتژی تو سازمانتون دارید مثلا تو همین مثالی که من الان براتون زدم گذینه های استراتژی میتونه چیا باشه من به این فکر میکنم که یک سال آخرم رو نرم سر کار از اون سیو مالی استفاده بکنم دو برم سر کار کارم رو کوتاه بکنم سه این گزینه چهار این گزینه گزینه های مختلف سناریوهای مختلف ما بهش میگیم سناریوهای استراتژی حالت بعدی خب سنجید چی بود میخواستی که دکترها قبول شی با این رتبه با این گرایش سازمانم دقیقا همینه حالا اینجا میای از بین سناریوهایی که وجود داره استراتژی رو انتخاب میکنی دوستان این گام دقیقا گام انتخابه استراتژی رو انتخاب میکنید که شما رو به موفقیت برسونه موفقیت یعنی چی رسیدن به هدف سازمانی وقتی انتخاب کردی قاعدتان گام بعدی اجراه یعنی شما میایید سراغ این که کاراتون رو انجام بدید این کلمه کاراتون رو انجام بدید به این راحتی تو سطح سازمان که نیست ما فعلا فقط داریم آشنا میشیم کاراتون رو انجام بدید واسه اینکه توی سازمانتون استراتژی که انتخاب کردید اجرا بشه و حواسمون هستش که اینجا فرایند مدیریت استراتژیک هنوز تکمیل نشده یه چیزی کم داره اون چیزا چیه کنترل و ارزیابی یعنی بعد از گام اجرا باید برم سراغ گام کنترل و ارزیابی خب ببینید ما یک چیزی رو داریم به اسم مدیریت استراتژی مبتنی بر استرار یعنی چی این کلمه استراره منو میبره به سمت چه تعریفی ببینید خیلی وقتا دوستان توی سازمان بحث مدیریت استراتژیک موقعی شکل میگیره که یه اتفاقی توی سازمان میفته حالا میتونید بعد از اینکه این جلسه رو گوش دادید برید سازمانهای مختلف سایتشون رو نگاه بکنید اکثرشون مثلا بانک که معمولا دارن مپنا داره سایپا داره ایران خودرو داره اینا برنامه های استراتژی خودشون نوشتن حالا فارغ از این مسئله که آیا واقعا این برنامه های استراتژی داره تو سازمانشون عملی میشه یا نه ما به این کار نداریم برنامه های استراتژی نوشته شده خب موقعی اینو میان تغییر میدن سازمان ها که یکی از اتفاقایی که میفته این باشه استرار پیش بیاد بهترین مثالی که براش ما الان توی ذهن کاملا ملموس هست بیماری کوویده که توی ایران و دنیا وجود داره برای دنیا به همین ترتیب هست تا دیروز کارمندها کارمندهای فول تایم بودن سر کار داشتن کار میکردن کارخونه صنعتی رو در نظر بگیر کارخونه داشته تولید میکرده همه چیز توی یک شیفت هشت ساعته و بعضا دو تا شیفت سه تا شیفت کارخونه داشته تولید میکرده یک شرایط اضطراری به وجود اومده حالا میخواین چی کار بکنید هر تغییر کوچیکی که توی سازمان میدیم بر اساس اون تغییر کل سازمان من داره تغییر میکنه توی بحث مدیریت استراتژیک بر مبنای استرار معمولا فرایند دقیقا بر عکس مدیریت استراتژیک تو حالت عادی انجام میشه توی مدیریت استراتژیک مبتنی بر استرار شما اول نیازهای واقعی سازمان رو میبینید الان در شرایط کووید کارخونه نباید بخوابه باید کار بکنه پس چی کار کنیم ببین اون تیم مدیریت استراتژی که تو سازمان حالا بعضا سازمان ها تیم مدیریت استراتژیک ندارن هیئت مدیره این کار رو انجام میدن اون تیمی که به حال میان تصمیم گیری میکنن میان میگن کارخونه نباید بخوابه میان استراتژی تدوین میکنن بر مبنای استرار گام بعدی میان میگن حالا آیا کاری که ما داریم میکنیم واقعا کار درستیه انتخابی که ما داریم که مثلا بگیم کارکنان نصف شیفت بیان سر کار اگر خط تولید وای میسادن مثلا کنار هم با فاصله نیم متری کارگرا الان فاصله شون بشه یک متر و نیمی خروجی این روش چیه آیا این انتخاب انتخاب درستیه آیا این انتخاب درست بر اساس دلیل درونی بر اساس اهداف و رسالت سازمان و تحلیل بیرونی در نهایت ما رو به این هدف میرسونه یا نه مدیریت استراتژیک مبتنی بر استرار شکل میگیره یک نکته رو دقت کنید دوستان این کلمه کلمه بزرگیه چرا بزرگه مدیریت استراتژیک یعنی اینکه تو بیا یک آینده ای رو ببین کلمه استراتژیک کلمه کلانه کل سازمان برای آینده استرار یه شکیه که به سازمان در یک آن اتفاق میفته. بیا یه مثال دیگه براتون بزنم از استرار. مواد اولیه داره با کشتی وارد کشور میشه هر کشور، مثلا کشور خودمون رو در نظر بگیرید. یهو خبر میدن که این کشتی وارد ایران نمیشه، وارد اون کشور نمیشه. مواد اولیه شما تو اون کشتیه، باید برسه. چیکار میکنید؟ مگه نگفتم که مدیریت استراتژیک یعنی که شما یک آینده رو ببین با نگرش به کل سازمان. حالا در نظر بگیرید یهو این شوکه سازمانی بهتون وارد بشه. برای اینکه یه قابل لمس شه این کلمه استراره بیا یه مثال خیلی ساده تر بزنم براتون و کامل کامل ملموس من اون آدمی بودم که تصمیم گیری کرده بودم برای اینکه الان سال اوله مثلا ترم یک ترم دوم فوق لیسانس هستم میخوام دکترا قبول شم به این ترتیب اوکی همه اون تجزیه تحلیل درونی بیرونی اهداف و رسالت ها همش هم دقیق انجام شده حالا اتفاقی که میفته اینه من ترم سه دچار یک بیماری میشم بیماری که ببینید کلمه کلمه استرار بحران منو میبره به سمت اینکه مجبورم براش هزینه کنم زمان بذارم دیگه اون توان جسمی و روحی برای درس خوندن رو ندارم اما همچنان همون هدف سازمانی رو دارم اینجا کار سخت میشه واسه همینه که ما خیلی وقتها ها میبینیم وقتی اصرار اتفاق میفته انگار این اتفاق میفته سازمان از دست افراد خارج میشه طبیعی هم هست چنین چیزی دی. تمام این فرایندی که شما تو شکل های قبلی یک برنامه ریزی رسمی توی سازمانه گام به گام میاد جلو دیگه این کارو بکن این کارو بکن گام بعدی این کارو بکن ببینید دوستان وقتی که کار رسمیه وقتی برنامه ریزی یا مدیریت رسمیه یعنی تحمل تنش نداره یعنی شک سازمانی که وارد بشه یعنی اینکه یکی از متغیرها که تغییر بکنه این کلمه رسمی داره تحت تاثیر قرار میگیره پس قاعدتا این همه چارچوب انتقادم داره انتقادهایی که بهش وارد میشه یک توازن در برنامه ریزی. مثال قبلی که براتون زدم منی که میخواستم دکترا قبول شم من برنامه انجام دادم طبق برنامه ریزی دارم میرم جلو وقتی که یک اتفاقی بیفته توازن در برنامه ریزی شما به هم میرسه چجوری میخوای ادامه بدی تو سازمانم هم همینه پس یکی از مشکلاتی که برنامه ریزی رسمی استراتژی داره میگه تو تدوین برنامه کردی مثلا واسه دو سال آینده این برنامه ریزی وقتی که میای میگی تا دو سال بعد این اتفاق بعد بیفته دوستان قضیه به این راحتی نیست یعنی استراتژی خورد میشه به دستورالعمل ها توی سازمان بعد میریم جلوتر میبینید استراتژی تو سطح کلانه بعد میاد تو استراتژی میانی وظیفه خط مشی ها دستورالعمل در نهایت میشه شهر شغل سازمانی میگه وقتی تو استراتژی انقدر رسمیه توانایی تغییر نداری تو برنامه ریزید یعنی توازن همیشه باید وجود داشته باشه دو ببین سلسله مراتب برنامه ریزی نوشتن یعنی اینکه من به دونه دونه این اتفاقات مطمئنم میدونم دقیقا چنین کاری انجام میشه یعنی کلمه اطمینان کلمه رسمیت رو به وجود میاره دوستان یه لحظه فکر کنید آیا واقعا ما همیشه تو شرایط اطمینان هستیم؟ معلومه که نه. اولین عامل عدم اطمینان توی سازمان ها عوامل محیطی هن. قیمت ارز، نرخ دلار، مسائل مربوط به هاست. دارم در مورد یک سازمان تولیدی مثلا حرف بزنم یا خدماتی. شما تو بحث برنامه‌ریزی استراتژیکت میگی من این کار میکنم، این کار میکنم، این کار میکنم و و و و. پس این عدم اطمینان رو کجا داری میبینی؟ کجا میبینی که اگر یه موقع این اتفاق نیفتاد این اتفاق افتاد حالا میخوایی چی کار بکنی پس عدم اطمینان با رسمیت سازگاری نداره سه تناسب استراتژیک در مقابل قصد استراتژیک منظورمون چیه یکی از انتقاداتی که وارد هستش اینه میگه شما وقتی خیلی خیلی قضیه رو رسمی میکنی برنامه ریزی طبقه طبقه از این مرحله برو این مرحله از این مرحله برو این مرحله داری یه موقعی انقدر وارد دیتیل میشی قصد استراتژی که یه چیز بوده ولی تو اجرا تناسب باهاش نداشته یک مثال میشه زد اینه احتمالا یک فیلمی رو دیدید به اسم فیلم اصرا جدید که چارلی چاپلین بازی میکنه توی اون فیلم اگر خاطرتون باشه حالا اگر ندید این فیلم کاملا مدیریتیه میتونید یه نگاه بکنید کاملا مدیریت کلاسیک رو میاد مطرح میکنه همون چیزی که فایول وبر تیلور اومدن برای ما گفتن اصلا نشون خود مکتب تیلوریسمه چیزی که مطرح هستش اونجا اینه که آقای چارلی چاپین ببین هدف چی بوده توی این سازمان هدف این بوده که این کارخونه یه کارخونه است دیگه هدف اینه که این کارخونه تولید خودش رو به ایکس واحد مثلا برسونه استراتژیک مشخص اما اتفاقی که داره میفته چیه؟ رسمیت یعنی خورد کردن انقدر میان خورد میکنن که این آدمه که از این سازمان میاد بیرون کاملا به عنوان یک نیروی مکانیکی میاد بیرون این کلمه خورد کردن منظورم به چه معناست من میخوام بیام یک پیغامی رو به شما برسونم تلفن رو بردارم شمارش رو بگیرم خانم فلانی آقای فلانی من نظرم اینه چنین کاری باید انجام بشه خب تمام گیرنده فرستادم. قصد گفتن این کلمه است. از... کلمه قصده. جمله مطرح شد. حالا فرض بکنید وقتی که رسمیت وجود داشته باشه. شما مدیر عامل یه سازمان هستید. میخوایید به کارمندتون یه چیزی رو برسونید. مثلا صبح از در اومدید تو. کاملا تکریم ارباب رجوع واسه شما مهمه تو قصد استراتژی سازمانی شما تو اهداف استراتژی سازمانی شما اصلا تکریم ارباب رجوع کاملا نوشته شده ببینید دوستان شما مدیر عامل اون سازمانی از ظرف داشت صبح می اومدین تو دیدید که مثلا اون کسی که نگهبان هستن و در با یه ارباب رجوعی بد صحبت کرده قصد استراتژیکتون چیه؟ تکریم ارباب رجوع خب یه راه وجود داره اگر رسمیت کم باشه مثالی که اتفاق میفته چیه؟ شما یه مدیر عامل تلفن رو بر می دارید به نگهبان زنگ می زنید آقای فلانی خانم فلانی مراجعه کننده ای که اومده بود من دیدم که شما جواب سلامش رو خیلی خوب ندادید ببینید دوستان عدم رسمیت قصد من تکریم ارباب رجوع رسیدم بهش اما موقعی که رسمیت زیاد باشه یعنی همینطوری سلسله مراتب تو سازمان زیاد باشه شما مدیر عامل میخوای به این آقای خانمی که دمه در مسئول نگهبانی هستن چنین پیغامی رو برسونید شما میای به یک کس دیگه میگی یک کس دیگه به یک یعنی سلسله مراتب وقتی وجود داشته باشه چون رسمیت بازم بهتون میگم رسمیت عموما یعنی سلسله مراتب خورد کن خورد کن, خورد کن بیا پای. اصلا اون چیزی که در نهایت اون نگهبان دم در میشنوه تناسبی با قصد شما نداره اون میشنوه که شما میخواید مؤاخذش کنید مثلا پس یک انتقاد دیگه ای که به برنامه‌ریزی استراتژیک رسمی وارد میشه اینه که تناسب نداره بین قصد استراتژی با اون چیزی که در عمل اتفاق میفته نکته بعدی دیگه ای که خیلی توی سازمان ها بولد هستش اینه که وقتی شما برنامه‌ریزیتون رسمیه برنامه تو سطح عالی سازمان انجام میشه اینه در نظر که یک هرم سازمانی وجود داره سر هرم تصمیم گیری میکنن اون سطح عالی سازمان به گوش من و شما توی طبقه های پایین دارن میرسونن حالا ایراد چیه؟ ببینید معمولا همه ما به عنوان یک کارشناس مدی کارمند توی یک سازمانی دم کار میکنیم معمولا کسایی که توی اجرا توی سازمان ها قرار میگیرن ایرادات رو در میارن هنگام کار حالا بعضا شما دیدید تو سازمان های صندوق انتقادات پیشنهادات وجود داره که شما میتونید بیاین بیان کنید که چنین اتفاقایی تو سازمان میفته خب اما اینکه آیا واقعا این انتقادات و پیشنهادات من و شما تو سطوح عالی سازمان استفاده بشه یا نه رو نمیدونیم اما برنامه رسمی میگه وقتی برنامه تو سطوح عالی سازمان دیده میشه عموما نظرات کسایی که باگا رو در میارن کجا حین اجرا این لحاظ نمیشه هر مفهومی معمولا دو تا دیدگاه داره سنتی و نوین چرا ما چنین صحبتی رو میکنیم ببینید دوستان بحث مدیریتی بسیار تحت تاثیر تکنولوژی قرار دارن ما الان توی بحث تغییر پارادایم هستیم دیگه چرا میگم تو بحث تغییر پارادایم هستیم به خاطر اینکه شما مثلا 20 سال 30 سال پیش ایران و دنیا رو توجه بکنید بهش بحث موبایل بحث اینترنت اگر اینها وجود نداشت ما الان چیزی به اسم دورکاری نداشتیم که درسته مثلا خیلی شغل ها شکل نمی گرفتن پس بنابراین تغییرات تکنولوژی بستر تصمیم گیری های مدیریتیه یکی از بحث های تصمیم گیری مدیریتی تصمیم گیری استراتژیکه مدیریت استراتژیکه پس ما عموما تو بحث مدیریتی رو های نوین رو داریم رو های سنتی رو داریم حالا تو بحث مدیریت استراتژیک دیدگاه سنتی چی رو میاد به ما میگه میگه که برنامه ریزی پایه مفاهیم استراتژیک پس توی رویکرد سنتی میاد این رو بیان میکنه که شما توی بحث استراتژی برنامه ریزی استراتژی مدیریت استراتژی اجرا ارزیابی کنترل این اون شکلی که چند تا اسلاید قبلش روتون دادم. اون روکر سنتیه. همه چیز از برنامه ریزی به وجود میاد و همینطوری پشت سر هم میره جلو. یعنی برنامه ریزی اساس تعاریف استراتژیه. یعنی انگار یک برنامه جامع یک پارچه وجود داره که شما برای رسیدن به اهداف اساسی یک سازمان، یک مؤسسه، یک شرکت باید دنبال کنید. خیلی وقتا ما توی سری سازمان میریم حتی تو سازمان های خودمون کرباب رجوع مشتری میاد به ما میگه که این کار رو لطفا برای من انجام بدید ما میدونیم قابل انجامه اما شرح شغل ما یا چارت سازمانی به ما این اجازه رو نمیده اصلا به سازمان این اجازه رو نمیده چرا؟ به خاطر اینکه برنامه‌ریزی جامعه یک پار چه دوستان یعنی از این برو به این از این برو به این سلسله مراتب یعنی انقدر تو هم تنیده شده این برنامه‌ریزی که اصلا تغییرش نمیشه داد و به اهداف وجود داره خب تقریبا تمام اون چیزی که اطرافمون اون داریم میبینیم از رویکرد سنتی داره میاد پس رویکرد نوین چیه رویکرد نوین میاد اینو به همون میگه میگه قصد برنامه ریزی شده وجود داره یعنی چی یعنی اگر یک ارباب رجوع اومد به من گفتش که این کار واسه من انجام بدید ما قصد میکنیم که اون کار انجام بشه باید بیایم یه طور این تغییرات رو به وجود بیاریم اصلا بحث استرار بود که توی چند تا اسلاید قبل با هم دیدیم. بحث استرار ما رو روی کرده نوبینه. استرار یعنی چی؟ یعنی مثلا مدیر عامل قبلی سازمان به خاطر یک مشکلی مثلا بیماری یا فوت از سازمان خارج بشه. دیدایم دلایل رو میگیم که مثلا هیچ ربطی هم به سازمان نداشته باشه. فرضاً بتونم یک مدیر عامل جدید اضافه بکنم. نه اینکه چون مدیر عامل رفته ما دیگه اصلا تکون نمیتونیم بخوره سازمانمون. هر چی وجود داشته از اون سر هره مدیر عامل می اومده پایین این یعنی کرد سنتی ولی اگر انقدر سازمان قابل تغییر باشه که هر جایی که لازم شد شما بتونید تغییرات رو به وجود بیارید این میشه روی نوین دومین عاملی که تو وجود و اصرار هستش که ما رو می بره به سمت رو نوین مثلا شما یه ایرادی تو سازمانتون به وجود اومده الان یه شرکت ایرانی تقریبا این کار رو انجام میدن میان از بیرون سازمان مشاور میگیرن یعنی مداخله میکنه یک مؤسسه بیرونی حالا لازم نیست حتما تو شرکت بحران خیلی خاصی هم به وجود اومده باشه استرار ناشی از این باشه که مثلا فروش سازمان اومده پایین ما هرچی چی میایم بررسی میکنیم مشکل رو در نمیاریم چیکار میکنیم یک تحلیلگر سازمانی از بیرون سازمان میاریم که بتونه تغییرات رو به ما بگه باید چی باشه مال روی نوینه روی سنتی هر چی هست تو هرم سازمانی اتفاق میفته از بیرون چیزی وارد نمیشه سومین عامل استرار که ما رو میبره به سمت روی نوین تهدید تغییر در مالکیت سازمانه در نظر بگیم مثلا یه شرکت دولتی میخواد بشه شرکت خصوصی اگر رو نوین وجود نداشته باشه کارگرها اعتصاب میکنن تولید میخوابه خدمات ارائه نمیشه و هر چیز دیگه رویکرد نوین میتونه بیاد و شکاف عملکرد رو ببینه یعنی چی رویکرد سنتی هم رو ببینه مگه ما همین الان چند تا اسلاید قبل با هم بررسی نکردیم گفتیم که از برنامه‌ریزی شروع میشه و به ارزیابی میرسه خب شکاف عمل کرد مال ارزیابیه شکاف عمل کرد از ارزیابی عمل کرد میاد تفاوت در کجا دوستان ببینید توی رویکرد نوین مدیر نمیذاره که به اون انتهای انتها برسه بعد عمل کرد رو بیاد ارزیابی کنه که شکاف رو در بیاره مدیر هوش رقابتی داره مدیر حالا یا سازمان هوش رقابتی دارن پایلوت که اجرا میکنن یک برنامه رو شکاف ها رو در میارن ایمال رویکرد نوینه و یعنی تو رویکرد سنتی اصولا اصلا اون استراتژی اجراش رو کل سازمانه پایلوت نمیرن جلو شما شاید دیده باشید سازمان هایی که مثلا یه نرم افزار جدید میارن و این نرم افزار کل سازمان رو داره تحت تاثیر قرار میده یعنی عملکرد کل سازمان داره تحت تاثیر قرار میگیره بدون اینکه از من و شما نظر بپرسن سیستم عامل رو ران میکنن کارمندا رو مجبور میکنن و ازش استفاده بکنن چرا چون میگن پنج سال بعد این اتفاق میفته اما ایراد کار کجاست شکاف عملکردی وجود داره شکاف عملکردی پشت کجا نشون میده چند ماه بعد از اینکه با تمام مشکلاتی که تو فرهنگ سازمانی وجود داره عدم تغییر پذیری کارمندان حالا با زور این اتفاق افتاد که این سیستم عامل این نرم افزار جدید ران شد تازه مشخص میشه اینجا ارور میده اینجا پشتیبانی ازش انجام نشد این دیدگاه دیدگاه سنتیه دیدگاه اگر نوین بود چیکار میکردن اول که شفافسازی سازی انجام میشد واسه من و شما که یوزرهای اون سیستم قرار بود باشیم گام بعد پایلوت به صورت موازی با قبلی اجراش میکردن باگا در بیاد شکاف و عمل کردی در بیاد این کار کار کیه؟ کدوم مدیر میاد این کار انجام بده یه مدیر باهوش مدیری که کاس بنفیت میکنه هزینه منفعت میکنه میگه من قبول دارم که اگر از توجیهی بذارم اگر دو تا سیستم رو به صورت موازی ببرم جلو و و و هر کدوم از اینا باید هزینه بدم اما این هزینه کجا بیشتره من از این روی نوین استفاده کنم یا سنتی برم جلو یه نکته همینجا دوستان اینطوری نیست که برای سازمان ها ببین ما عموما همش فکر میکنیم خب نوین بهتره اصلا اینطوری نیست شکل سازمانه که شما رو میبره به سمت اینکه از روی سنتی استراتژی استفاده کنی یا از روی نوین استراتژی برای سازمان هایی که سلسله مراتب زیاد هستن مثلا سازمان ثبت احوال سازمان تعمیر اجتماعی تو دنیا از سازمان اینا معمولا از روی کرد سنتی استفاده میکنن چرا؟ سازمان انقدر بزرگه انقدر در هم تنیده است که اصلا چاره ای وجود نداره که جز اینکه حرم سازمانی تعریف شده باشه کاملا یک سیستم یک بارچه وجود داشته باشه اما شما در نظر بگیرید در یک سازمان تخت رویکرد کرده نوین میشه استفاده می کرد مدیر رو میشه جابجا کرد میتونیم از یک سری آدم بیرونی بیاریم برامون یه سری کار انجام بدن و و هر چیز دیگه رویکرد سنتی از کجا به وجود اومد از مفاهیم نظامی اولش مطرح شد یعنی کلا بحث مدیریت استراتژیک از رویکرد سنتی شروع کرد به شکل گرفتن و اگر تاریخچه مدیریت استراتژیک رو مطالعه کنید میبینید بحث مدیریت استراتژیک اصلا از مفاهیم نظامی شکل گرفت اومدن گفتن که ما یک سری عملیات های جنگی داریم در گستره وسیع گستره وسیع یعنی چی؟ چه مکانی چه زمانی مثلا یک جنگ پنج ساله تو چنین منطقه جغرافیایی ما احتیاج داریم که واسه این جنگ ها برنامه انجام بشه و خب معلومه هدایت انجام بشه افراد هدایت بشن وقتی که یه سری برنامه انجام شد برای هدایت افراد برای یک بازه زمانی طولانی و در مناطق جغرافیایی طولانی در جنگ ها اومدن گفتن این دیگه یک تلفیقی از علم و هنره اسمشو گذاشتن مدیریت استراتژیک. باز من به تو پیشنهاد میکنم کتاب هنر رزم رو حتما یه مطالعه ای بفرمایید. این کتاب کاملا مفاهیم استراتژیک رو تو ژاپن میاد مطرح میکنه. ببینید تو دیدگاه سنتی دوستان از دو تا کلمه استفاده کرده. الگو تر. کلمه های الگو تر یعنی چی؟ یعنی چارچوب. یعنی طبق این الگو برو جلو. الگو تر. پس سنتی. که اهداف کلی خط مشها توالی فعالیت ها و رویه ها را به صورت یک بارچه در قالب یک مجموعه به هم پیوسته تو ذهنتون بیارید این شکل رو کاملا مدیریت سنتی مال یک سازمان بروکراتیکه سازمان سلسله مراتبیه یه الگو وجود داره یه نقشه وجود داره یه طرح وجود داره که هدف کلی رو میاد میشکونه به خط مش توالی فعالیت ها رویه ها که کاملا سلسله مراتبیه یک پارچه است در قالب یک مجموعه به هم پیوسته قرار میده حالا رویکرد نوین روی نگاهی بندازید روکرد نوین میگه که من یک استراتژی مبتنی و قصد دارم میخوام چیکار بکنم خب بعد میام سراغ استراتژی حساب شده اگه این کار بکنم چی میشه اگه این کار بکنم چی میشه یعنی تو استراتژی نوید شما تمام مدت داینامیک فکرتون اینطوری این نیست این که یه برنامه ریزی بکنید و بگید همه اتفاقا باید بر اساس این اتفاق بیفته نه اصلا یک استراتژی حساب شده وجود داره استراتژی حساب شده شما میرسونه به یه استراتژی واقعی و این حلقه دائم داره تکرار میشه اما نکتهش شما استراتژی حساب شده تون ممکنه شما رو برسونه به یک استراتژی واقعی یعنی استراتژی که براش برنامه‌ریزی نیاز دارید یا اینکه شما رو برسونه به یک استراتژی مبتنی بر استرار یعنی هی باید تغییر بدید یا موقعی که استراتژی مبتنی بر قصد دارید باید حواستون باشه یه سری چیزا قابل اجراه یعنی استراتژی حساب شده است یه سری چیزا قابل تحقق نیست یعنی شما استراتژی دارید که عدم تحقق براش اتفاق میفته اون جنبه ها رو باید بذارید کنار